أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. در آغاز همین سوره مبارکه آل عمران بعد از بیان یک سلسله از معارف کلی توحید و وحی و تقسیم آیات الهی به محکم و متشابه، اولین بخش تاریخی را که بازگو فرمود همون جریان مسئله بدر بود که در آیه 13 هم این چنین فرمود: قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونهم مثلهم رأی العین والله يؤيد برسله من يشاء ان في ذلك لعبرة للابصار. اونگاه مطالب مناسبی را هم در همین زمینه بازگو کرد، فرمود تا رسیدن به جریان احد فرمود: و از غدوت، یعنی متذکر باش، به یاد بیاور صحنه احد را که سراسر ظفر و پیروزی غیبی نصیب شما شد، زیرا شما از نظر مسائل امکانی و قدرت‌های نظامی هرگز برابر با اونها نبودید. گذشته از اینکه اونها عدتاً و عدتاً بیش از شما بودند و شما هم از نظر عده و هم عده کمتر از اونها بودید، مشکل داخلی هم شما را تهدید می‌کرد و مسئله نفاق بود. عده در اثر نفاق سقوط کردند، عده هم نزدیک بود گوش و حرف منافقین بدن. یک رقم مهم از نظامی های شما از دست شما رفت. معزالک ذات اقدس اله شما را یاری کرد و از شکست نجات داد. فمود و از غدوت، که این از ظرف است، مفعول فی هست و ناسبش همون اذکر و مانند آن است، یعنی اذکر، بیاد بیاور اون ظرفی را، اون روزی و اون حالتی را که از اهلت بیرون آمدی. قدوت قدوه همون بین طلوع این است، بین طلوع فجر تا طلوع شمس است. ممکن است اوائل طلوع را هم احیانا قدوه بگویند، ولی ظاهرا قدوه همون فاصله بین طلوع این است، این را میگویند قدوه. به همین مناسبت فردا را قد میگویند و خود قد از قدوه شروع می شود، به این معنا که کل روز قدوه نیست، قدات نیست. قدات و قدوه هم اون تلیعه روز است. قدوته یعنی خرجت فل قدات، یعنی در بامداد بین طلوع عین اول روز خارج شد. من اهلی که اهل منظور یا محل زیست است یا محیط خانوادگی است و یا بستگان نزدیک است. منظور از اهل خصوص همسر و مانند اون نیست، چون نمیشود درباره خصوص همسر گفت غدوت من اهلکه، یعنی خرجت من اهلکه، ای خرجت من زوجتکه، این تعبیر مناسب نیست. ولی میشود گفت خرجت من خاصتکه، خرجت من قومکه، خرجت من بیتکه و مانند اون. پس اهل یا منظور همون اون خانواده است، مجموعه خانواده است، یا خواص نزدیک است به ماننده اون. و از قدوت من اهلکه، اونای که اهل را به معنای همسر گرفتن، چون دیدن خروج از همسر مناسب نیست، یک کلمه بیت را هم به عنوان مضاف محذوف ذکر کردن، گفتن و از قدوت من بیت اهلکه. ولی اگر اهل به معنای همون خانواده و خاصه و بستگان نزدیک باشد، دیگر نیازی به حذف مضاف نیست. فرمود و از قدوت من اهلکه تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، تو از منزل حرکت کردی برای اینکه نظامی ها را سازماندهی کنی و جای اینها را هم مشخص کنی که کجا بیارمند، اول قائد باشند بعد قائم، کجا در کمین باشند بعد برخیزم، که اینها را در سنگرهای خاصی جا دادی. تبوئه یعنی جا دادن، مکان انتخاب کردن، هر کسی را در جای خود مستقر کردن و مانند آن، خواه به صورت سکونت دائم باشد
نظیر تبق و او بیوتکم، یا نه غیر دائم باشد نظیر اون چه که نظامی ها در جبهه دارند. فرمود تو در این حال بودی که مؤمنین را برای قتال آماده می کردی، مقاعد للقتال، گرچه در حال قتال باید قائم باشند، ولی نشستن و در کمین بودن این حالت را می گوین قعود، قعود کمینی، نه قعود در مقابل قیام. این که در سوره مبارکه قاف آمده است عن الیمینه و عن الشمال قعید، قعیدن یعنی نشسته در کمینن، چه طرف راست چه طرف چپ، تا هر کاری از انسان صادر می شود اینها ثبت و ضبط کنن. این حالت قعید بودن یعنی در کمین بودن. این قعیدی نیست که به معنای قاعد باشد و مضمون باشد، این چنین نیست. این قعید در مقابل اون قائم نیست، بلکه کار قائم را میکند، نشسته در کمین نشسته. خلاص خب برای اینها جاسازی میکنید و اینها را جای مشخصی نشون میدید برای مبارزه. و ذات اقدس اله سمیع است و علیم، اون چی که در این حادثه احد گفته شد او میشنود، و اون چی که در دل هاست و گفته نشد اون میداند، هم موافق هم مخالف. اونا که توطئه کردن حرف اونها را هم شنیده، اونا که در دل خطوف کرده قلبشون و تصمیم گرفتن برگردن، اونا را هم ذات اقدس اله میداند. بله بله بله. یکی از اون مصادیق هم همه این اختلاف نظری است که بعضی از منافقین گفتن ما در داخله مدینه میمونیم و اینجا هم خودمون میجنگیم، هم زنها میجنگن، هم بچه ها در جنگ شرکت میکنن، برای اینکه ما سنگر داریم، اونا که بیان بی سنگرن ما پیروزیم. یه توطئه بود که نروم. عده‌ای در مقابل اونها اظهار نظر کردن، عرض کردن یا رسول الله علیه آلاف و تحت و سنا، عرض کردن که ما قبل از اسلام کسی نمیتوانست به این سرزمین ما تهاجم کند، الان که مسلمان شدیم و نیرومندتر شدیم و شما در جمع ما حضور دارید، هرگز کسی نمیتواند بر ما مسلط بشود، ما از خانه ها بیرون میریم و در همون میدان نبرد میجنگیم. اینها نظرشون خالصا لوجه الله بود و رجوج مبارک رسول خدا این نظر را تأیید کرد، فبود ما هم میریم بیرون. و واقعا از باب تضارب آرا نبود، چون اون گروهی که میگفتن ما همینجا میمونیم اصلا نمیخواستن بیرون بیان، لذا بیرون هم نیامدن. حرف عبدالله ابن ابی سلول و امثال زاله که جز سران منافق بودن همون بود که ما همینجا میمونیم. این منافق که بخواد کار شکنی کند به بهانه این که ما اینجا بهتر میجنگیم، جلوی جنگ را میگیرد. اونا که گفتن ما میریم بیرون شهر دفاع میکنیم و جلوی تهاجم اونها رو میگیریم، اینا واقعا لله این حرفو زدن و ذات رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم همین نظر را تایید کرده است. این صحنه یه ضعف فراوانی دامنگیر مسلمین کرد، برای اینکه یک سوم جمعیت اگر در حالی که آماده شدند برگردند و به همراه رهبرشون نروند، خب کافیست برای ایجاد ضعف. این 300 نفری که با توطئه سران منافق نرفتن همراه حضرت تا صحنه احد و همونجا موندن، این یه وهن عظیمی بود برای داخل اسلامی. و این چنین نبود که این 300 نفر همونجا بمانند و تماشاچی باشند. اینا کسانی بودن که رابطه سری هم با سران شیخ داشتند. و سر شکست مسلمین در جریان احد تنها این نبود که اونها که موظف بودن اون سنگر رو حفظ بکنن به رهبری ابن جبیر، اونها از موضعشون بیرون آمدن، اون یکی از جهات بود. یک سوم جمعیت را همین سران منافقین از شرکت باز داشتن، ضمن اینکه باز داشتن اطلاعات نظامی را هم با اونها مبادله می کردن، این کارها را انجام می دادن. یه خطبه بسیار مفصلی دارد هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه، خطبای حضرت در نهج، گاهی برای بیان معارف است، گاهی هم دستور است، گاهی هم به صورت تحلیل های سیاسی است. خطبایی که تحلیل های سیاسی درش دارد اونم کم نیست، یعنی اگر ولو یک جمله یا دو جمله است، اما این یک جمله یا دو جمله اگر بحث های حوزوی بشود
اونگاه معلوم می شود که چه فروع فراوانی از او استنباط می شود. الان فقه ما که به لطف الهی یک فقه کاملی است، برای اینکه صاحب نظران بزرگوار روی بعض از جمله ها خیلی کار کردن، فروع فراوان را استنباط کردن. اصل مسئله یک جمله است که امام علیه السلام میگوید، اما وقتی به افکار صاحب نظران در حوزه عرضه بشود فروع فراوانی رو به همراه دارد. خطبه های نهجم این چنین است، فضلن از آیات الهی. حضرت در تلیعه حکومت خودشون وقتی که اون راز محرومیت خودشون رو و خانه نشینی خودشون رو تشریح میکنن، از تحلیل نظامی سیاسی مسئله احد مدد میگیرن. میفرمان به این که من خانه نشین شدم و عده هم علیه ما سفارایی کردن، برای آن است که ما در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه وسلم یه جنگ احدی داشتیم. در این جنگ احد یک سوم جمعیت به عنوان منافق کارشکنی کردن، توطئه کردن، خودشون نیامدن، عده را وادار کردن که نروند، در برابر رأی پیغمبر اظهار نظر کردن، حالا که پیغمبر تصمیم گرفته و مشورت هم اگر بود تصمیم گیری با خود پیغمبر بود، حالا که پیغمبر تصمیم گرفته اعلام کرده که شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل، حالا که عزم گرفته و توکل کرده و داره میرود باید او را همراهی کرد، این همراهی نکرد. اینها تو مسائل سیاسی در جنگ یک سوم جمعیت صدر اسلام را تشکیل دادن، گروه کمی نبودن. وقتی که جنگ هایی که پس از دیگری به سود اسلام پایان میپذیرفت، اینها دیدن که از توطئه سیاسی نظامی و امثال ذلک طرفی نبستن، حالا دست دادن به توطئه های اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی. گذشته از اینکه خواستن خود حضرت را در همون شب از بین ببرن، یعنی از شتر مثلا حضرت بیفتد در اون توطئه، دیدن اون توطئه ها کارساز نبود، حالا آمدن این توطئه افق را که بازی کردن با حیثیت رسول خداست دست به این کار زدن، که این وقیح در این کاری بود که منافقین صدر اسلام انجام دادن. این آیات سوره مبارکه نور در کمال صلابت از اهل بیت پیغمبر دفاع کرده است، چون ممکن است زن پیغمبر کافر باشد، این ننگ نیست، نظیر امرأه نوح و لوط، اما معاذ الله اگر آلود دامن باشد حیثیت خانوادگی را سلب می کند و انسان با آبرو زنده است و کسی که آبرو نداشته باشد حرفش مقبول نیست. الان میبینید یک حرف را زید میگوید، امرم میگوید، حرف هم همون حرف است، اما اون زید چون وجیه المله است حرفش در دلها جا دارد، امر این حرفش در دل جا ندارد. حرف با آبرو برد دارد، وگرنه اثری ندارد. صرف اینکه حرف خوبیست مردم نمیپذیرد. و اگر معاذ الله حیثیت رسول خدا زیر سؤال میرفت، دیگر وجیه نبود، مقبول نبود. اینه که ذات اقدس اله کاملا تصریح میکند که همسران پیامبر ممکنه کافر باشند و این ننگ نیست، مقاومت پیغمبر را میرساند. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا، و این ننگ نیست. اما معاذ الله اگر همسران پیامبر آلوده باشند، این یک ننگیست که قابل تحمل نیست. و این وقیح ترین کاری بود که منافقین کردند، لذا ذات اقدس اله در کمال صلابت با چند آیه جلوی این توطئه را گرفته و اونها را هم به عنوان جبلذی تولا کبرهو محکوم کرده. بعد فرموده چرا جلوی این حرف نگرفتید، چرا قیام نکردید، چرا اعتراض نکردید، چرا جلوی دهن اینا را نبستید. در طی 11 آیه تقریبا در کمال صلابت دفاع کرده. ولو اون زن ممکنه اهل جهنم باشد در اثر که خودش منافق است یا کافره باشد، اما کفر یک همسر آسیبی نمی رساند، ولی اگر آلوده بشود آسیب می رساند. این کار منافقین. پس بنابراین اینها رقمشون تقریبا یک سوم مسلمان های صدر اسلام بود، از در رقم کم نبود. توطئه هایشون هم به قدری بود که در برابر پیغمبر می ایستادن. وقتی دستشون از این توطئه های سیاسی نظامی کوتاه شد، دست به مسائل خانوادگی و اخلاقی زدن. پس از هیچ کاری اینها باک نداشت و یک مقدار زیادی از آیات سور مدنی درباره نفاق و منافقین و پردبرداری و افشاگری و کوبیدن اینها و بیان تعذیب ایناست.
تحلیل است در همین سلام الله در نهج البلاغه اینه که برابر این مسائل معلوم می شود یک گروه فراوانی به عنوان منافقین در صدر اسلام زندگی می کردن که با پیغمبر نمی ساختن. وقتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم رحلت کرد و با تشکیل سقیفه و امثال سقیفه من و امثال من را منزوی کردن، یک دست شدن، هیچ کارشکنی نبود، هیچ توطئه نبود، هیچ مخالفتی نبود، نه توطئه نظام سیاسی بود نه توطئه اخلاقی، هیچ کار نبود. بعد می‌فرماید به این که، یا باید گفت به این که همه این منافقین اون وقتی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم رحلت کردن همه اینها یک جا مردن، این که نبود. یا همه اینها برگشتن توبه کردن زاهد زمانه شدن، اینم که نبود. یا با حکومت ساختن تو ما رو خانشین کردن با والحق. این تحلیل تو نهج هست، منتها باز کردن این تحلیل بهده المیزان است که سید الاستاذ رضوان الله این بحثای کوتاه نهج البلاغه رو در جریان تحلیل اولین حادثه صدر اسلام بازگو کردن که چطور منافقین آرام شدن، اونایی که با پیغمبر نساختن چطور با ابوبکر ساخت، اونایی که با حکومت قرآن نساختن با چطور آرام شدن. خب در این زمینه ذات اقدس اله میفهمد به اینکه شما در شرف سقوط بودید، برای اینکه یک سوم جمعیت با شما هماهنگ نبود. اینطور نبودن که اینا برن تو خونه بشینن دعا بکنن که شما پیروز بشید، که اینا همونهایی بودن که فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اینا همونهایی بودن که رابطه سری با سران شرک داشتن. این یک سوم یعنی 300 نفر نیامدن بشینن تو خونه دعا کنن، که اینا برای مبادلات اخبار نظامی با مشرکین سرگرم بودن و هیچ راهی برای پیشرفت و حفظ اسلام نمونده بود. یا ذات اقدس اسلام فرمود این صحنه را یاد بیاور که به از قدوت من اهلک تبع المؤمنین مقاعد للقتال، اما والله سمیع علیم، همه حرفا که گفته بشنیده می شود او می شنود و همه اندیشه هایی که در مغزها پرورش می یابد او می داند. یه عده نزدیک بود بیفتند و خدا دست اینها را گرفت. اگر اینا هم می افتادن کار شما بسیار مشکل بود. بون این است که فرمود از همت طائفتان منکم ان تفشلا والله وليهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون. فرمود عده‌ای که خب نیامدن هیچ، اما دو طائفه اینا هم نزدیک بود بلغزن و خدا اینا را حفظ کرد. گروهی از انصار، گروهی از اوس، گروهی از خزرج، این دو طائفه، دو گروه و دو قبیله، اینا هم نزدیک بود بلغزن. چون ذات اقدس اله ولی مؤمنین است، اینا مؤمن بودن منافق نبودن، نزدیک بود بلغزن، خدا اینا را حفظ کرد. این همون به کم من عثار و غیته و کم من مکروه دفعته و امثال ذلك. خیلی از موارد است که انسان میخواد بلغزد ذات اقدس اله حفظش میکنه. گاهی انسان میبیند که یه خاطره در قلبش هست که او را به یک سمتی میکشاند، بعد دفعتا تصمیمش عوض می شود. این نمی داند اون حادثه چی بود در قلبش پیدا شده، این خاطره چی بود که خطور کرده، همینطور خیال می کند خودش تصمیم گرفته. این طور نیست. اون مقلب القلوب خاطرات دل را تنظیم می کند. فرمود که این صحنه را بیاد بیاور. تکرار از هم برای این است که اذکر اذکر، بیاد بیار بیاد بیار. وقتی که مطلب مهم باشد تک تک این مقاطع را میگوید متذکر باش، فلون صحنه را، فلون صحنه را، فلون صحنه را. وقتی مطلب از اون اهمیت برخوردار نباشد با یک بار از گفتن اکتفا میکند، اذکر این صحنه را. اما وقتی که مهم باشد وذکر این صحنه را، وذکر دنباله او را، و از قدوت از همت، یعنی اینها را متذکر باش. خب از همت طایفتان منکم، از شما بودن مؤمنین بودن، نزدیک بود بلغزن، اهتمام کردن، نتصور کردن. یه بیانی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان دارد که فهمه تحقیقه این است، همون بیان مورد پسند امین الاسلام رضوان الله قرار گرفت. فهمه قال بعض المحققین، اون روی که مرحوم شیخ در تبیان فرمود که تحقیقه این است و با گفتن این تحقیقه شده جز محققین و مرحوم امین الاسلام هم قال بعض المحققین یاد کرده است، این است که این از همت
طائفتان من کوهن تفشلا را مرحوم شیخ طوسی می فرماید که اهتمام در اینجا این همت گذاشتن یعنی خطور قلبی نه قصد و عزیمت، یک همت خطوری است نه همت عزمی. چرا؟ برای اینکه این آیه اینها را مدح کرده. اگر اینها واقعا تصمیم گرفتن که برگردن آیه اینها را مدح نمی کرد، در حالی که آیه اینها را مدح کرده، فرموده به اینکه والله ولیهما، معلوم می شود اینها تحت ولایت الله هم. بعد فرمود و علی الله فلیتوکل المؤمنون، معلوم می شود اینها با ایمان هم. بله، اون قسمت را دارد به این که در همین سوره مبارکه آل عمران اونجا دارد سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. این مال تو متن جنگ و صحنه جنگ است، و اما در اینجا این تلیعه جنگ است که بروند یا نروند. منافقین که یک سوم را تشکیل میدادن اونا نرفتن. این دو قبیله اوس و خزرج یا دو قبیله که یکی از انصار بود و دیگری از مهاجرین، اینا هم تصمیم گرفتن که نرن. مرحوم شیخ میفرماید تحقیقش این است که این همت همت خطور است نه همت عزیمت، نه اینکه اینا مصمم شدن نروند، در قلبشون خطور کرده که نروند. بنابراین این خطور جز معصیت به حساب نمی آید، برای اینکه درد والله ولیهما. و اون چه که مرحوم شیخ را وادار کرده است که از کریمه این معنا را استنباط کنند، نقلیست که جابر انصاری و مانند آن بعضی از قبیله انصار گفتند به اینکه ما هرگز مائل نبودیم که این آیه نازل نشود، خیلی خوشحال شدیم که این آیه نازل شده است، برای اینکه این آیه ما را مولا علیه خدا میداند و خدا را به عنوان ولی ما معرفی کرده است. فرمود بین که والله ولیهما، پس ما علاقه نداشتیم و نداریم که این آیه نازل نمیشد، خوب شد که همچه آیه نازل شده است و ما را مدح کرده است. بله بله، درسته. هم به هم در قرآن کریم هر جا استعمال شده است همون عظیمت است و اهتمام. در باره اون زن که هم مطبهی مسلمن اهتمام کرد، و در باره وجود اون بارک یوسف سلام الله علیه هم چون تعلیق بر عدم برهان بود و چون برهان رحب را دید همم نکرد، هم همون عظیمت است. در موارد دیگری هم که کلمه هم به کار رفته است در قرآن با عظیمت و امثال ذالک همراه است. نمونه‌اش همون آیه 5 سوره مبارکه غافر هست که کذبت قبلها قوم نوح و الاحزاب من بعدهم و همت کل امتهن برسولهم لیأخذوه، همه امم کافره اهتمام کردن که پیامبرشون رو بگیرند و مؤاخذه کنند و او را یا شهیدش بکنند یا تبعیدش بکنند یا زندانیش کنند و مانند اون. این همه یعنی عظمه، همت عظمیست نه همت خطوری. اگر غیر از عزیمت باشد، غیر از عزیمت هست، اما اگر تصمیم نباشد که نقض نمیخواهد، صرف خطور که نقض نمیخواهد، اون چه که بسته است نقض میخواهد، یعنی عقد قلب شد. وقتی عقد قلب شد میشود او رو نقض کرد. عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. این سه آیه از آیات الهی است، هم فسخ عزیمت، هم حل عقود، هم نقض همتها. عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. اگر همت به صورت گره در نیاید، تصمیم و عقد و عقیده و اعتقاد نباشد که نقض ندارد، صرف خطور که نقض ندارد. با همت هم با عقد و هزیمت و اینها یک مطلب است روی سه جهت.
از نظر جهت فرق میکنه، مرادف هم نیستن مفهوما، ولی در یه اصل شریکن، به اون بسته شدن است. صرف خطور نه عزیمت است، نه همت است و نه عقد. عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمه. خب در این که فرمود همت طائفتان من کوانتف شلا، نه یعنی بر قلبشون خطور کرده. اگر خطور کرده یعنی تصور کردن و تصمیم نگرفتن، این که معصیت نیست. خب همه معنی تصوریشو داره، این همه بر فشل نیست و اینو هم نمیگویم. و اگر چنونچه تصمیم گرفتن که برگردن بعد پشیمان شدن، این سازگار است به این که همت طایفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما. هم بر فشل یعنی اهتمام کردن که ضعیف باشن، اهتمام کردن که ناتوانی را نشون بدن، خواستن تصمیم بگیرن که عملا ناتوان باشن، خدا به داد اینا رسیده. خب اون روایت بر فرض صحتش و بر فرض دلالتش، اولا روایت معصوم نیست و ثانیاً بر فرض اینکه این صادر شده باشد و اون انصاری این حرف گفته باشد، آیه مدح هست، اما مدحش در این است که فرمود چون خدا ولی اینها بود، اینها را از لغزش نجات داد. و کم من عثار بغیتهو و کم من مکروه دفعتهو، اینها رفتن بلغزن ولی خدا اینها را نجات داد. به اینها فرمود به خدا توکل کنید، در او رو وکیل بگیرید. اگرم مات باشد برای اون ترمیم و جبران است، نه برای این است که اینها اصلا یه همچه همتی هم نداشتن. پس این دو گروه رو هم خدا حفظ کرد. از همت طایفتان منکم، از شما مؤمنین، که ان تفشلا اما والله ولیهما. خدا اینها را زیر ولایت خود حفظ کرد و نگذاشت اینها بلغزند. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این و علی الله فلیتوکل المؤمنون ناظر به همه اون فلسفه تاریخ است، یعنی مؤمنین به خدا توکل کنن تا اگر رفتن بلغزن ذات اقدس اله وکیل اینها باشد، ولی اینها باشد، اینا رو حفظ کنن. تعبیرات قرآن کریم تعبیرات گوناگون است. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید ذات اقدس اله از هر بیان تشویقی استفاده می کند که جاذبه داشته باشد. بعد وقتی که بشر رو بالا آورد به جای رسید که هر را خوب می فهمد، و پرده بر می دارد، برماد که از تو هیچ کاری ساخته نبود، همه کارها مال من بود. تو بحثای جهاد اینا ملاحظه فرمودید که دو سه جور خدا با انسان حرف می زند. اول می فرماید به اینکه جانتون مالتون رو به من بفروشید، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. آیات بیع و شرا در قرآن کریم فراوان است، یعنی خدا مشتری است و مؤمن بایع است و از بایع ذات اقدس اله چیز را می خرد. یعنی فرض می شود که انسان مالک جان است و مال، به ذات اقدس اله معاذ الله جان و مال او را ندارد و از اون می خرد. این ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بعد الله الجنة. انسان را خیلی مستقل فرض کرده است. خدا چیزی دارد که با انسان معامله می کند و انسان هم چیزی دارد که با خدا داد و ستد می کند. خدا بهشت می دهد و از انسان جان و مال را می گیرد. نیمت از این مرحله تشویقی تر بیشتر به انسان پروبال می دهد آیات قرض الحسن است. قرض الحسن که بخش مهمش در همین موارد نصرت دین است، این است که می فرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. قرض الحسن به اون مقرض استقلال بیشتری می دهد و از مقترض می کاهد. مقترض اگر چیزی داشته باشد خب نقدن می خرد، چرا نسیه می کند؟ چرا قرض می کند؟ اگر داشته باشد که قرض نمی کند. فرمود جانتون را به من قرض بدید، مالتون را به من قرض بدید، عبادتتون را به من قرض بدید. این منزل لذی قرضو، این قرض الحسنه مصطلح که نیست. نماز قرض الحسنه است، جهاد قرض الحسنه است،
در صبح اگر لله باشد غرض الحسن است، همه عبادت ها غرض الحسن است. خب در این مرحله دوم پله عبد سنگین تر از پله رب شد. فرمود من قرض بدید، من ذا الذی یقرض الله قرض حسنا. قرض الحسن جاییست که این مقترض الان ندارد ولی بعدن دارد و دینشو تأدی میکن. در مرحله سوم تشویق بیشتر است. میفرماید ان تنصر الله، کیست که دین خدا را یاری کند. آدم وقتی که نقدن چیزی ندارد که بخرد و در آیندن چیزی در دستش نیست که قرض رو ادا کند، اینجا نه نقدن چیز میخرد نه نسیه چیز میخرد، میگه من رایگان بدید منو یاری کنید. در مرحله سوم پله عبد خیلی سنگین تر از پله اون چی که به حق برمیگرده. وقتی انسان با این تشویق ها جلو رفت، اول مرحله بیع و شرا بود، بعد مرحله قرض و حسنه بود، بعد مرحله یاری کردن بود، اونگاه دیدش کلن عوض می شود. می فهمد به این که همه این توفیق هایی که باعث شد او در بیع و شرا موفق شد، در قرض و حسنه موفق شد، در نصرت دین موفق شد، همه و همه از ناحیه ذات اقدس اله بود و او هیچ نداشت. حالا نوبت می رسد به سنگینی کفه رب بر عبد. اونگاه پرده بر می دارد. فرماد شما اصلا هیچ کاری نکردی. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. گفتم که شما جانتون را به خدا بدید. ان الله اشترا. گفتم به من قرض الحسنه بدید. گفتم منو یاری کنید. اما وقتی که آمدید به بالاتر راه یافتید و قلبتون قلب الهی شد، میبینید همه کارها به دست من انجام گرفت، شما هیچ بودید. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این خیلی دقیق تر از به ما رمیت از رمیت است. این به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، سهم به هر دو را حفظ کرد. اما در صدر همون آیه سوره انفال سهمی برای عبد نمیگذارد اصلا، بلکل نفی میکنه. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه این دو قسمت رو تحلیل کرد. اوائل فهمود که خدا استغراض کرد، بعد استنصار کرد، اونگاه پرده برداشت. فهمود به این که لم یستقرز کن من قلن ولم یستنصر کن من زلن، نه چون قل و قلت و کمی نصیب او بود کم داشت از شما قرض الحسنه خواست، نشون ذلیل بود از شما کمک خواست و یاری طلب کرد. استغرضکم ولله خزائن السماوات والارض و استنصرکم ولله جنود السماوات والارض. یه همچه خدا از شما قرض الحسنه خواست. اونگاه خود شما هم مهری از مهرهای خزائن الهی و جندی از جنود الهی خواهید بود. این خداست. لذا در جریان صحنه احد فرمود به این که بعد از اینکه شما در جنگ بدر پیروز شدید و عده از سران را کشتید، تنها کسی که قیم مردم مکه بود ابو سفیان خناشان بود و همسر او هم که بعدها به آکلت الاکباد ملقب شد، یه همچه رسومه بودن. اینها خناشان ترین مردم حجاز بودن. وقتی اینها تصمیم گرفتن از مکه بیان مدینه و جنگ احد را تشکیل بدهن، با همه امکاناتشون آمدن، حتی زنها را هم برای ترغیب نظامی هاشون آوردن. این کار را که در جنگ بدر و امثال بدر نکرده بودن که. این خوی درندگی در امویان بود، یعنی ابو سفیان بود، معاویه بود، هند بود و ماننده ها که با این ساز و برگ آمدن. پس اونها که چند برابر بودن با همه امکاناتی که تجهیز بکنه نظامیانشون را آمدن. به شما هم در داخلتون این مشکل داشتی. عده منافق بودن نیامدن، عده هم همت گذاشتن که نرن و خدا به داد اینها رسید. از همت طایفتان منکم ان تفشلا ولی والله ولیهما. حالا که اینه، پس و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این توکل با ولایت هم همون رتبه های قرآنی است که اول ما را با وکالت آشنا میدن، بعد ما را با ولایت مانوس میکنن. اول میگن شما توکل کنید بر خدا، یعنی شما اصل باشید، به جنبه رب فرع باشد. شما خواسته ای دارید، کاری دارید،
این کارتون را به وکیلتون ارجاع بدی. شما میشید موکل، خدا میشود وکیل. فتخذوه وکیلا، این کار را میگن توکل. شما میشید موکل، متوکل، ذات اقدس الهی میشه وکیل. وقتی که توکل کردید، جلوتر رفتید، در اثر اینکه وکیل کارهای شما رو خوب انجام داد، پرده از جلوی چشم شما برداشت، این توکل به تولی تبدیل می شود. حالا معلوم می شود شما فرعید، او اصل. شما مولا علیهید، او ولی. ولی غیر از وکیل است. اوائل به ما میگن خدا را وکیل قرار بدید. بعد وقتی جلوتر آمدیم میفهمیم که همه کارها به دست او بود. او میشه ولی، ما میشه مولا علیه. نه اینکه یه قدری ما یه قدری او. مادامی که سخن از توکل هست، یعنی شما کارتون را به وکیلتون ارجاع بدید. مادامی که استنصار هست، استعانت هست، یعنی کاری که میکنید از خدا کمک بگیرید. اما وقتی که به برکت این تشویق‌ها انسان جلو رفت، میبیند که سخن از استنصار نیست، سخن از توکل نیست، سخن از ولایت است. مثل کودکی که در تحت ولایت پدر و مادر به سر میبرد که همه کارهای او را پدر اداره میکند، این میشه ولایت. تعبیرات قرآن کریم هم این چنین است. این که مثلا میبینید در کتابهای اخلاقی مراحلی را برای سائران و سالکان الالله ذکر کردن که توکل جزء مراحل ابتدایی است، برای همین است. بعدها مقام تفویض و تسلیم و امثال ذلک میرسد. توکل و صبر و رضا، اینا جزء مراحل ابتدایی و متوسط است. اون آخر انسان به تسلیم میرسد. یعنی چیزی ندارد که به خدا واگذار کند. نه اینکه خواسته ای دارد، میگوید خدایا من این خواسته را دارم و در صدد تحقق این خواستم و از شما مدد میگیرم، یا از شما میخواهم که این خواسته مرا انجام بدید. اینطور نیست. رضای او هم منحل میشود در رضای حق. مقام رضا برای کسانی که در مراحل ابتدایی هم، یعنی خدایا هر چه تو کردی من خوشم می آید. الحمدلله رب العالمین.